درود بر شما. خب همونطور که در اینجا مشاهده میکنید دو تا مدار وجود داره که یکیش مدار فرستنده هستش که به این صورته و در اینجا مشاهده میکنید راهنمایی کامل روی مدار هم قرار گرفته که خب در اینجا دو تا روتاری انکودر مشاهده میکنید که برای کنترل موتورهای استپر هستش توی مدار گیرنده. این مداری که دست منه مدار فرستنده هستش. این مدار فرستنده داره دو تا چراغ هستش که چراغ سبز چراغ پاور و وقتی که مدار روشن بشه این چراغ سبز روشن میمونه و این چراغ اگه روشن نبود یعنی مدار برقی نداره. و چراغ دیگه چراغ دیتا هستش. این چراغ دیتا به صورت مداوم و هر یک ثانیه یک بار باید چشمک بزنه. تا وقتی که چراغ دیتا و این چراغ قرمز یعنی داره چشمک میزنه یعنی اینکه ارتباطش با مدار گیرنده کاملا برقراره. پس چراغ دیتا اگر چشمک نزد و روشن موند این یعنی که ارتباطی با مدار گیرنده نداره. پس یعنی اگر ارتباط مدار فرستنده که این مدار است با گیرنده قطع بشه چراغ قرمز روشن میمونه و اینطوری متوجه میشین که ارتباط برقرار نیست. ولی اگر مداوم چشمک زد یعنی همچنان که روشن هست داره چشمک میزنه نشون دهنده اینه که ارتباط بین دو تا مدار به خوبی برقراره. خب برای راه اندازی این مدار هم شما میتونید هم از این بخش بهش برق یا ولتاژ وصل بکنید ولی پیشنهاد میشه که با استفاده از پاور بانک یا شارژری مثل شارژر موبایل و با استفاده از سوکت میکرو یو اس بی حتما به این بخش ولتاژ رو وصل بکنید و تمام. یعنی تنها سوکت ورودی ولتاژ به این مدار فقط همین بخش باشه که دیگه اجازه بده به راحتی مدار رو کنترل بکنید. مدار فرستنده که این هستش موارد زیادی نداره و اطلاعات این مدار هم در گوشی موبایل طبق درخواست شما قابل مشاهده خواهد بود که در ادامه میخوام بهتون نشون بدم. پس در ادامه تست هم خواهیم کرد. پس این از مدار فرستنده که توضیحات رو دادم خدمتتون. حالا میریم سراغ مدار گیرنده. همونطور که مشاهده میکنید مدار گیرنده شما دارای ابزارها و قطعات بیشتری هستش که دارای دو تا استپر موتوره که در اینجا نوشته شده سمت چپ و راستش که میبینید نوشته شده استپر موتور سمت راست و موتور سمت چپ که از نوع موتورهایی هستش که شما درخواست داده بودین. بعدش یک ورودی 9 ولت دی سی داریم که ولتاژ اصلی مدار این بخش هستش. یعنی وقتی که میخواین کلن مدار رو روشن بکنین باید آداپتور رو به این سوکت متصل بکن. آداپتوری که همراه مدارها براتون ارسال میشه و برای شما تهیه شده که یک آداپتور 9 ولتی هستش و این آداپتور رو شما باید به این بخش و به ورودی دی سی 9 ولت متصل بکنید. توجه بکنید که دو تا جک آداپتور در اینجا وجود داره که شما فقط برای راه اندازی کلی مدار فقط باید به 9 ولت متصلش بکنید. 12 ولت رو هم خدمتتون توضیح خواهم داد. بعدش در اینجا دم و سنج رو مشاهده می‌کنید که حالا ما موقتا بستیم ولی زمانی که می‌خوایم این قطعات رو براتون ارسال بکنیم این دم و سنج رو از اینجا باز خواهیم کرد و همراه مدار براتون می‌فرستیم که شما وقتی که دستتون رسید دوباره باید به این صورت متصلش بکنید. ببینید در اینجا نوشته شده سیم مثبت دم و سنج سیم منفی دم و سنج که این دم و سنجی که براتون تهیه شده سیم مثبتش همون قرمزه سیم منفیش آبیه و شما هم دقیقا به همین صورت باید ببندید. خیلی راحته، این دوتا پیچ رو شل میکنید، این سیم ها رو جا میزند و دوتا پیچ رو محکم میکنید تا به این صورت بسته بشه و دم و سنجش هم از این نوعیه که در اینجا میبینید و تا 200 درجه رو میتونه براتون بسنجه و این بخش هم ماژول دم و سنج هستش که میاد دیتای دم و سنج رو میگیره، حالا کار مبدلش رو انجام میده، میفرسته به میکرو کنترلر. بخش دیگه هم همونطور که در اینجا میبینید نوشته شده پروپای اندازه‌گیری ولتاژ هستش که شما وقتی میخواید ولتاژ یک مداری رو اندازه‌گیری بکنید سیم مشکیش رو به منفی مدار میزنید، یعنی هر مدار یا هر منبع تغذیه یا باتری که میخواید ولتاژش رو بگیرید سیم مشکی رو به منفی اون مدار یا باتری میزنید، سیم قرمز رو هم به مثبتش و اینطوری ماژول میاد اطلاعات رو، این ماژولی که اینجاست، اطلاعات ولتاژ رو میخونه، کارهای تبدیل لازم رو انجام میده و تبدیلش میکنه به دیتا، دوباره میفرسته به میکرو کنترلر تا این میکرو کنترلر هم بفرسته به مدار فرستنده و شما بتونید مشاهده بکنید. در اینجا هم دو تا سوکت وجود داره که نوشته شده سیگنال رله و تغذیه رله که شما یک ماژول رله رو که همراه با این قطعات براتون ارسال میشه رو به صورتی که در ادامه خواهید دید به سوکت ها متصل میکنید که این سوکت میشه سیگنال رله که در واقع سیگنال های فعال سازی کانال های رله از طریق میکرو به رله منتقل میشه از طریق این سوکت که یک سوکت 5 پین است و برای اینکه رله راه اندازی بشه سوکت تغذیه رله رو به این وصل میکنید و اگر خواستید که از همین رله استفاده بکنید حتما باید این بار یک آداپتور 12 ولت تهیه بکنید و ورودیش رو بزنید به این سوکتی که نوشته شده 12 ولت دی سی. توجه بکنید در صورتی که شما نمیخواید فعلا رله به مدار وصل بکنید
همین آداپتور 9 ولت اصلی خود مدار رو که همراهی مدار فرستاده میشه رو استفاده میکنید و نیازی به آداپتور 12 ولت نیست. ولی اگر خواستید که رله را هم راه اندازی بکنید، یعنی رله به مدار وصل بکنید، رله که براتون ارسال میشه رو میخواهید مورد استفاده قرار بدید، حتما باید یک آداپتور 12 ولت 1 آمپر تهیه بکنید و همزمان با آداپتورهای دیگه اون آداپتور رو هم بزنید به برق و وصل کنید به این قسمت که در ادامه انجام خواهم داد و مشاهده خواهید کرد که منظور چی هستش. و دیگه موارد زیادی نداره و الان در ادامه میخوام تست عملی مدار رو بگیرم و مشاهده بکنید. خب من یه گوشی هم اینجا آوردم که وصل بشه به مدار فرستنده که بتونم اطلاعاتش رو اونجا هم بهتون نشون بدم. خب استپر موتورا رو اینجا میذاریم و برای اینکه بتونید چرخش موتورا رو ببینید، من یه گیره به موتور وصل میکنم که اجازه میده راحت بتونید چرخش تک تک موتورا رو مشاهده بکنید. طبق توضیحاتی که داده شد میام آداپتور رو وصل میکنم به مدار، آداپتور 9 ولت اصلی که برق مدار اصلی رو تامین میکنه و میبینید که مدار روشن شد. در اینجا هم من خودم هم یه پاور بانک آوردم که مدار فرستنده رو در واقع میخوام که با پاور بانک راه اندازی بکنم که بتونید مشاهده بکنید. پروپاش هم فعلا اینجا میذارم. خب این از مدار گیرنده که روشن هستش. حالا مدار فرستنده رو هم با استفاده از پاور بانک، همونطور که میبینید یه پاور بانک اینجا آوردم، راه اندازی میکنم و این میکرو یو اس بی رو متصل میکنم به مدار. وقتی متصل کردم مشاهده میکنید که مدار روشن شد، چراغ سبز روشن شد و چراغ قرمز داره چشمک میزنه. ببینید وقتی داره اینجوری چشمک میزنه یعنی ارتباطش با مدار گیرنده برقراره. حالا برای شروع میام که مدار رو تست میکنیم. چطور تست رو انجام میدیم؟ اول میام موتور سمت راست رو میچرخونم. خب ببینید وقتی که من روتاری رو وقتی میچرخونم، موتور سمت راست داره میچرخه. البته این راست و چپ از این ور مدار رو باید ببینی، یعنی ما موتورها رو اینجوری در نظر گرفتیم. ببینید وقتی که من روتار رو به سمت چپ میچرخونم، موتورم به سمت چپ میچرخه، میبینید قدم به قدم، یعنی من یه قدم میچرخونم موتورم یه قدم میره، یه قدم من میچرخونم موتور یه قدم میره. و به سمت راست که بچرخونم موتور در عکس خواهد چرخید، به این صورتی که مشاهده میکنید. ببینید من یه چند قدم میچرخونم موتورم چند قدم میچرخه. خب میریم سراغ تست موتور بعدی و این یکی موتورم با این یکی روتاری هستش که مشاهده میکنید. ببینید من به سمت راست میچرخونم، موتور به سمت راست میچرخه دقیقا مثل اون یکی، و دوباره به سمت چپ میچرخونم. اگر بخوام یه دایره کامل بزنه، روتاری رو یه 360 درجه بعد بچرخونم که میبینیم موتور یه دایره میزنه. هر چقدر روتاری رو بیشتر بچرخونیم موتور هم میچرخه و این چرخش بی نهایته، یعنی روتاری رو شما بی نهایت میتونید به یه سمت خاص بچرخونید و موتور هم به همون سمت خواهد چرخید. این از موتور و مشاهده میکنید که به خوبی داره کار میکنه. حالا میرسیم به مدار رله، یعنی من میخوام که با این دکمه یک رله رو روشن خاموش بکنم، رله رو در واقع. و همونطور که گفته شد این سوکت های رله است، این سوکت تغذیه رله و سوکت دیتا رله. رله رو در اینجا قرار میدم، سوکت دیتا به این سوکت 6 پین بزرگ متصل میشه و سوکت تغذیه هم که به تغذیه خودش به این صورت که میبینید. خب در اینجا چون رله رو میخوایم استفاده کنیم، همونطور که گفته شد این بار دیگه باید آداپتور 12 ولت به این بخش وصل بکنم که حالا من اینجا دم دست آداپتور نداشتم، به جای آداپتور از منبع تغذیه استفاده میکنم که هیچ فرقی نمیکنه. آداپتوری که شما استفاده خواهید کرد باید 12 ولت 1 آمپر باشه. من منبع تغذیه رو وصل میکنم به مدار و میبینید که رله هم در اینجا روشن شد، چراغ سبزش. حالا توی مدار فرستنده من هر کدوم از این دکمه ها رو بزنم، اون کانال تو رله روشن میشه. مثلا کانال 1 رو الان روشن میکنم. ببینید یه بار میزنم کانال 1، کانال 2، کانال 3، کانال 4، کانال 5. ببین هر کدوم از دکمه ها رو که یه بار میزنم رله روشن میشه ولی در حالت روشن باقی میمونه. حالا اگه من بخوام خاموش بکنم به همین صورت، مثلا از همون کانال 5 شروع میکنم به خاموش کردن، حالا این بار یه بار میزنم، ببین یکی یکی خاموش میشه. به همین راحتی. این هم از کنترل رله. حالا بریم که اطلاعات مدار رو توی گوشی موبایل مشاهده بکنید در اینی که روشن هستش. گوشی رو در حالت انگلیسی بعد قرار بدین، آی پیش رو بزنید. اولش وای فای رو روشن میکنم. وای فای که روشن شد، شما اسم دستگاه رو باید پیدا بکنید. اسم دستگاه رو میزنید. بعدش در اینجا ازتون پسورد میخواد. پسورد هم وارد میکنید، کانکت رو میزنید و اینطوری به وای فای وصل میشه. در واقع الان به مدار فرستنده ما متصل شدیم. منتظر میشید که تایید بشه اتصال. وقتی که تایید بشه دیگه از اینجا خارج میشیم و دیگه میریم سراغ زدن آی پی.
خب اینطوری اتصال برقرار میشه و وقتی که اتصال برقرار شد میریم آی پی مون رو میزنیم و بعدش روی علامت سرچ کلیک میکنیم تا اطلاعات گوشی بیاد بالا. خب میبینید این اطلاعاتی که در اینجا مشاهده میکنی در واقع همون اطلاعات مدار فرستنده هستش که میبینید دمای اتاق رو داره به ما نشون میده، در اینجا 22 درجه سانتیگراده و ولتاژ هم 0 ولت، خب چون ما به ولتاژی وصلش نکردیم. حالا دیگه ریله رو که تست کردیم و مشاهده کردیم، ریله رو جدا میکنم، دیگه کاری با ریله نداریم و دیدید که چطوری کار میکنه و تغذیه ریله رو هم که مربوط به ریله هست رو جدا میکنم و میام ولتاژ این تغذیه رو که این منبع تغذیه هست رو در واقع اندازه گیری میکنم با این مدار که خب چون 12 ولت انتظار داریم که توی گوشی هم به ما 12 ولت نشون بده. پراپ قرمز رو به قرمز متصل میکنم و پراپ مشکی رو هم به منفی، حالا چیزی که میخوام ولتاژش رو اندازه بگیری بکنم. این از این. حالا میبینید که توی گوشی به ما داره 12 ولت رو اینجا نشون میده، همونطور که مشاهده میکنید الان ولتاژ شد 12 ولت. اندازه‌گیری کرده مدار و داره در اینجا به ما نشون میده. پس یعنی هم دما میبینید 22 درجه سانتیگراد، هم ولتاژ منبع تغذیه رو به ما نشون میده. الان من ولتاژ منبع تغذیه رو کمتر میکنم، میبینید که اینجا هم ولتاژی که داره اندازه‌گیری میکنه کمتر خواهد شد و یعنی بلادرنگ داره به ما نشون میده. ببینید من ولتاژ رو کم میکنم، کردمش الان روی منبع تغذیه من 8 ولته و اینجا هم دقیقاً همونی رو داره نشون میده که روی منبع تغذیه خودم دارم مشاهده میکنم. مثلا باز ولتاژ منبع تغذیه‌مو کم میکنم، ببینید بلادرنگ داره اینجا نشون میده، ببینید کمترش کردم و الان اینجا 4 ولته روی منبع تغذیه من. حالا تو دوربین دیگه نمیشه نشون داد، این منبع تغذیه هستش، داره همین ولتاژ رو نشون میده که شما هم اینجا میبینید، یعنی هم دم و هم ولتاژ رو به خوبی بهتون نشون میده. حالا یه موردی که وجود داره اینه که هر کدوم از کانال‌های ریله در حالت روشن یا خاموش باشه اینجا خواهید دید. مثلا همونطور که دیدید وقتی که روی کانال 1 کلیک می‌کنیم روی ریله کانال 1 روشن میشه، اینجا بهتون نشون خواهد داد که ریله آن 1 آن، ریله 2 آن یا آف. الان چون همه ریله‌ها رو ما خاموش کردیم می‌بینید که در اینجا آف نشون میده. خب پس اندازه‌گیری ولتاژ رو مشاهده کردید. حالا بریم که دوباره هم بحث ریله رو تست بکنم. اندازه‌گیری ولتاژش رو جدا می‌کنم. یه چیزی که خیلی باید مراقب باشید و قبل از اینکه برم ریله رو دوباره تست بکنم و کانالاش رو ببینید اینه که مراقب باشید که این دوتا پراپ به هیچ عنوان به هم اتصالی نکنن، چون ماژولش ممکنه بسوزه، ممکن که نمیسوزه حتما و آسیب می‌بینه. این دوتا رو سعی کنید به هم اتصال ندید هیچ وقت، همیشه جدا هستن باشن، یعنی حواستون باشه، احتیاط بکنید که جدا هستن باشن. خب دوباره من بخش ریله رو راه اندازی می‌کنم و خب ریله رو متصل می‌کنم و گوشی رو میارم بالا که وضعیت رو بتونیم ببینیم. خب اینجا تماشا بکنید، من روی مدار فرستنده ریله رو بذارم اینجا که مشاهده بکنید. به این صورت الان شما در اینجا اطلاعات رو میبینید. حالا اگر من کانال 1 رو فشار بدم 1 روشن میشه و اینجا میبینید 1 شد آن، توجه بکنید. حالا 2 رو میزنم 2 شد آن، 3 توجهتون به ریله هم باشه، 4 و 5، این هر 5 تا ریله روشن شد و دوباره میام ریلا رو خاموش میکنم، دوباره کانال 1 رو خاموش میکنم. ببین اینجا شد آف، دو هم همینطور و به همین ترتیب پیش میرم. خب این هم از تست مدارمون و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و راهنمایی کامل براتون انجام شده باشه که چطور از مدار استفاده بکنید.